14 نوامبر سال 2003 جین ویلچل داشت یه روز کاملا نرمال و میگذرون تا اینکه یه تلفن همه چیز رو براش عوض کرد اون خط دوست صمیمی مامانش و یکی از همکاراش بود که زنگ زده بود بگه مامانش امروز سر کار حاضر نشده مادر جین مرلین ویترسپون سه ساله بود که یه معلم زبون فرانسه توی یه مدرسه توی چارلستون بود که یه شهری بود توی کارلینای جنوبی مرلین اون روز سر کار نرفته بود و تماسم هم نگرفته بود که براش یه معلم جایگزین بذارن که کلاسشو بگذارونه بگذرونه و این با توجه به شناختی که همه از این آدم داشتن به شدت مشکوک و عجیب غریب بود درس دادن زبون فرانسوی یکی از تفریحات مریلین بود همین جوریش از مرخصی های سعی میکرد استفاده نکنه و دوستش بره مدرسه طبیعتا جین با توجه به همه اینا بعد از شنیدن خبر کلی نگران شد یه سری از معلم های مدرسه رفته بودن دم در خونه مریلین اونجا در زده بودن کسی در رو باز نکرده بود هیچ صدایی هم از داخل خونه شنیده نمیشد. یه کوچولوی یه سر و گوش اونجا آب داده بودن رفته بودن حیات پشتی رو چک کرده بودن هیچ پنجره شکسته نشده بود هیچ دری به زور باز نشده بود و از این بابت همه چیز نرمال بود و برگشته بودم مدرسه فقط مریلین خودش نبود و ماشینش هم پارک نشده بود جلوی خونه اینجوری به نظر میومد که ماشین رو برداشته با عجله رفته یه جایی یادش رفته اطلاع بده به مدرسه این مورد آخر اینکه فراموش کرده باشه مریلین تماس بگیره رو جین اصلا نمیپذیرفت و حالش هم بد بود چون جایی که زندگی میکرد سه ساعت فاصله داشت با چارلستون نمیتونه سریع به پر تو ماشین بیاد ده دقیقه ای خودش هم چک کنه ببینه چیه و حالا حالا قرار نبود برسه الان جین با همسرش توی ماشین نشسته بود به سمت چارلستون داشتن حرکت میکردن این سه ساعته اصلا براش نمیگذشت توی این مدت به همه چیز و همه جا فکر میکرد آخر سرم نتونست تحمل کنه و از همون توی راه زنگ زد به پلیس و گزارش گم شدن مریلین رو داد خوشبختانه این پرونده یکی از اون پرونده نیست که پلیس بیاد بگه حالا یه 24 ساعت سب کنین ببینین پیداش میشه نمیشه بد به ما خبر بدید از همون اول جدی میگیرن این داستانو و حتی اجازه میگیرن از جین که اگه لازم شد ما درو بشکنیم و وارد خونه بشیم ببینیم داخل خونه چه خبره. پلیس سری همین کارم هم انجام میده. میره جلوی در خونه مرلین و تصمیم میگیره وارد خونه بشه و وقتی وارد خونه میشن میبینن که با بیرون خونه همه چیز از زمین تا آسمون فرق میکنه از همون اول که وارد خونه میشن متوجه میشن یه سری جواهرات روی زمین همینجوری افتاده ول شده توی آشپزخونه یه بشقاب غذا بود که نیمه کاره رها شده بود یعنی یه نفر وسط خوردن غذا پشده بوده رفته بوده یه کار دیگه ای انجام بده از طبقه اول وارد طبقه دوم شدن پله ها رو داشتن بالا میرفتن که فهمیدن نرده چوبی کنار پله ها یه بخشی شکسته وارد اتاق اصلی اون خونه یعنی اتاق خواب مریلین شدند و اونجا اصلا اوضاع جالبی نداشت همه کشوهای لباس مریلین باز بودن و لباساش پخش و پلا این ور همجوری ریخته بود نتیجه که میشد از این شرایط خونه گرفت توی حالت ممکن این بود که مرلین یه خبری شنیده که مجبور شده سری وسایلش رو جمع کنه از خونه بزنه بیرون نه به دخترش تونسته اطلاع بده نه به مدرسه ولی وقتی وارد هموم طبقه دوم شدن فهمیدن که نه مسئله این نیست چون که جسد مرلین رو توی وان هموم پیدا کردن به گزارش محرمانه خوش اومدید اگه واسه بار اول که دارین منو میبینین من علی هم AK، توی هفته حداقل دو تا پرونده جنایی توی این کانال آپلود میکنیم پس اگه پرونده جنایی یا پادکست جنایی دوست دارید حتما سابسکرایب کنین این چنل و ویدیو رو هم لایک کنین اگه دوست داشتین و در انتها کامنتتونم هم برامون بنویسید دیگه بیشتر از این کشش نمیدم بریم سراغ پرونده حل شده قتل مریلین ویترسپون پلیس جنایی سری خودش رو رسونده بود به خونه مریلین و جسدم سریعا بعد از حالا بررسی های اولیه انتقال داده شده بود به پزشکی قانونی ولی خیلی کار سختی نبود که از همون نگاه اول متوجه بشن که مریلین به قتل رسیده و این قتل هم در اثر خفگی اتفاق افتاده پزشکی قانونی این موضوع رو تایید کرد و به جز این چند تا سرنخ دیگه به پلیسا داد اولیش این بود که به مریلین قبل از اینکه به قتل برسه تجاوز شده بوده و مورد بعدی این که دور دستای مریلین دور موچش و دور پاهاش نشونه هایی بود که نشون میداد مریلین خیلی سفت بسته شده بوده جین دختر مری از اول که حس بدی داشت نسبت به این داستانها بعد از اینکه حالا به خونهم راهش ندادن چون طبیعتا اونجا صحنه جرم شده بود رفته بود خونه فامیلا مونده بود و خیلی نگران بود این خبرهای تکمیلی رو آوردن و به جین اعلام کردن و بلا فاصله وقتی که اینو شنید ذهنش رفت سمت یه اسم یه نفر ادموند تنت براون چهارم که قاعدتا از اینجا به بد قرار براون فقط صداش کنیم و شماره گذاری انجام نمیدیم حالا این آقای براون کی بود واسه جواب دادن به این سوال یه فلش بک میزنیم به سال 1981 وقتی که مریلین یه مادر مجرده به تازگی طلاق گرفته طلاقش هم خیلی طلاق سختی بوده خیلی دوستانه نبوده و توی سن 31 سالگی میخواد که یه شروع دوباره داشته باشه و یه زندگی فرش رو دوباره شروع کنه مریلین رو همه دوروریاش به باهوش بودن و زیبا بودن میشناختن در واقع توی مسابقات ملکه زیبایی ایالتی هم قبلا مقام آورده بودیشون توی زمینه زیبایی توی مدرسه ای هم که کار میکرد هم بین دانش هم بین معلم ها و حالا کسایی که اونجا مسئول مدرسه بودن خیلی آدم محبوبی بود مریلین ویترسپون یه پکیج کامل بود و آبشنای زیادی هم داشت بین مردای مختلف که یکیشون رو انتخاب کنه و باش وارد رابطه بشه ولی از بین همه اونا یه نفر چشمشو خیلی گرفته بود یه پدر مجرد به اسم ادموند تنت براون سوم این آقای ادموند از یه خانواده خیلی معروف بود توی چارلستون واسه همینم هم اول دوم دو سوم چهارم داشتن خیلی زود این دو نفر با هم دیگه دوست میشن و روابطی که ادموند داشته با جین یعنی دختر مریلین خیلی خوب و درست حسابی بوده مثل دختر خودشونو واقعاً واقعا پذیرفته بود میبردش مدرسه میآوردش براش صبونه درست میکرد خیلی از همون اول یه مرد خانواده شده بود توی این رابطه در مقابل مریلین ولی اصلا رابطه خوبی نتونسته بود بسازه با بچه های ادموند که می شدن یه دختر نه ساله به اسم مالی و یه پسر ده ساله به همون اسم فقط شماره چهار روم بچه ها از اینجا به بعد من به این باباه که شماره سوم بوده میگم ادموند به پسر ده ساله که شماره چهار رومه میگم بران داستانی شد ریشه رابطه بد مریلین و بچه های ادموند برمیگشت به رابطه ای که ادموند با جین داشت این بچه های کوچولو حسودیشون میشد که باباشون داره با جین انقدر مهربانانه برخورد میکنه و خب قبلا خیلی با اینا مهربون نبود الان داشت خودشیرین بازی در میابرد طبیعتا یه همچین تغییری توی بچههایی که توی اون سن و سال هستند یکم چالش برانگیزه و مریلین اینو خیلی خوب میدونست و کارش اصلا این بود توی این مدرسه و کلی بچه سر و کار داشت که باید اونا رو به یه شکلی کنترل میکرد مدیریت میکرد میدونست چطوری از پس این شرایط باید بر بیاد مریلین نهایت تلاشش هم انجام میداد ولی بران یه کوچولو چالش برانگیزتر از اون چیزی بود که باید میبود به عنوان یه بچه ده ساله منابعی که وجود دارن درباره رابطه های خصوصی این دوتا خانواده یکم محدوده ولی دو تا داستان هست که این دوتا داستان به خوبی همه چیز رو کاملا نشون ما میده اولیش جاییه که مریلین یه سری از لباساش گم میشن یه سری از جواهراتش هم همینطور گم میشن حالا جواهرات گرون قیمتی نبودن ولی به هر حال فکر میکنه جین اونا رو برداشته میره بالا سرش میگه واسه چی بدون اجازه من دست دادی به وسایلم اونم میگه کار من نیست مریلین باورش نمیشه دلخورم میشه که آقا الان دیگه حداقل گردن بگی رسخایی کن این قضیه میگذره تموم میشه میره تا اینکه یه روز مریلین میبینه که این آیه ده ساله براون یکی از اون گردن بندایی که گم شده بوده رو انداخته گردنش و اونجا تازه دوزاریش میافته که اصلا کار جین نبوده و بران وسایل برداشته بوده یه کوچولو اینجا تنشا بالا میگیره چون که قبلا این کارا نکرده بود خیلی هم رابطه خوبی نداشت و الان وقتی میری وسایل رو برمیدارید یه داستانایی میشه دیگه یه کوچولو این تنشه بالا میره این تنشایی که ازش صحبت میکنم خیلی خوب حل و فصل نمیشه تا داستان دوم اتفاق میافته یه روز این زوج دست سه تا بچه‌شون رو میگیرن میبرن استخ که یه عصر خانوادگی خیلی دلنشینی و با هم دیگه بگذرونن و اشغال کنن خودشون دوتایی نشسته بودن لب استخ پاشون تو آب بود بچه‌هام داشتن تو آب تو سر میزدن و آب بازی میکردن با هم. همه چی اوکی بود بران برمیگرده به جین میگه که بیا بازی کنیم بیا بریم زیر آب نفسمون رو نگه داریم ببینیم که کی بیشتر میتونه نگه داره نفس و هر کی بیشتر بتونه بمونه زیر آب برده جین یه نفس میگیره میره زیر آب با کلی انگیزه ولی در مقابل بران اصلا وارد آب نمیشه و به جاش تماشا میکنه جینو و در ادامه دستشو میذاره روی سر جین و نمیذاره که جین از آب خارج بشه این کارش هم در نهایت خونسردی و سکوت و مخفی کاری داشته انجام میداده یعنی قصد جلب توجه اصلا نداشته اتفاقا میخواسته کسی هم متوجه این کار نشه که بیادی و وسط داستان دخالت کنه مریلین یهویی اتفاقی شانسی این صحنه رو میبینه و میپره توی آب که نجات بده دخترش و اون وسط حالا برانم هم مقاومت میکنه بعد از اینکه مریلی میادم بیخیال نمیشه یه کوچولو کار به درگیری های فیزیکی میکشه تا بالاخره بیخیال کشتن جین بشه خود این اکت خود این کار به خودی خود ترسناک بود ولی چیزی که مریلین رو خیلی بیشتر میترسوند رفتاری که بران بعد از این داستان داشت بود براون هیچ پشیمونی هیچ ناراحتی توی رفتارش نبود که معمولا بچه ها بعد از بازی های خطرناکی که انجام میدن و بالاخره پیش میاد یه حالت نادم و پشیمونی میگیرن ولی این یکم اتفاقاً ناراحت بود که چرا این کارم انجام بدم هیچ وقتم عذرخواهی نکرد حالا گذشت این جریان و یه چند سالی ادموند و مریلین با هم دیگه دوست بودن این رابطه ادامه داشت این چند سالی که میگذره رو درباره جزئیاتش هیچ اطلاعاتی نداریم جز اینکه همچنان بران مرموزه همچنان عجیب غریبه و مریلین هم همچنان از این طرف میترسه از این بچه و دوست نداره این دوتا خانواده به همدیگه جوش بخورن هنوز کامل نیست با این اتفاق برای همینم هم توی سال 1988 در حالی که ادموند چند بار رسما ازش خواستگاری کرده بود تصمیم میگیره که رابطه رو تموم کنه و بره سراغ زندگی خودش واسه سلامتی خودش و دخترش تموم کردن یه رابطه بلند مدت خودش کار سختیه حالا چه برسه به اینکه یه سری بچم تو این رابطه بودن که تو اخت گرفتی باشون از اونام باید دل بکنی ولی توی این رابطه این سختیه بیشتر از اینکه روی ادموند و مریلین باشه بیشتر برانو داشت اذیت میکرد اون انگار بیشتر از همه ناراحت بود که این رابطه تموم شده برخلاف چیزی که به نظر میرسید از بیرون ایشون خیلی داشت اذیت میشد بعد از اینکه مرلین رفته بود و داشت توی خونه دیگه زندگی میکرد براون چند بار اومده بود با دوچرخه از پشت پنجره زل زده بود به داخل خونه مرلینینا و وقتی هم که مرلین میومد بیرون احوالش رو میپرسید میگفت چه خبر چی شده چرا اینجایی یهو فرار میکرد میرفت با دوچرخه حالا شاید یه سریا دلشون بسوزه ولی ترسناک خود وکیلی اگه که جز اون دسته هستین ای که دلتون میسوزه و به نظرتون ترسناک نیست این اتفاق باید بگم که براون وقتی 18 سالش شد وقتی که دیگه یه آدم بالغ بود رسما بازم این کار رو تکرار میکرد میومد از پنجره زول میزد به جایی که مرلین و جین داشتن زندگی میکردن داخلش و دیگه اوضاع کم چندشی شده بود مریلین تصمیم میگیره اساس کشی کنه همین کارم هم میکنن دست دخترش رو میگیره میره یه خونه دیگه به این امید که دیگه سر راه بران نباشه هی تپو تپ و با دو چرخ بیاد دید بزنه ولی نه آدرس رو پیدا میکنه بران و دوباره این کارش رو ادامه میده مریلین هیچ وقت بابت این رفتار بران به پلیس گزارشی نکرد به چند دلیل یکی که اینکه اولا توی اون دوره مفهوم استاک کردن یا مزاحمت تعقیب ایجاد کردن برای ای آدم خیلی مفهوم شناخته شده ای نبود حتی الانش هم اونقدر شناخته شده نیست تا وقتی که کار به جای باریک نمیکشه کسی کاری انجام نمیده دلیل دومش هم این بود که درسته که حالا براند بزرگ شده بود 18 سالش بود و عملا نره خر بود هنوز از دید مریلین اون یه بچه بود چون بزرگ شدنش رو دیده بود و خب بچه ها هیچ وقت بزرگ نمیشن واسه پدر مادرشون و دوست دختره باباشون یا دوست پسر مامانشون که باز این مورد هم خودش یه اشتباه رایج دیگه است چون معمولا کسی که مزاحمت تقریبی ایجاد میکنه به یه نحوی آشناه اصلا غریبه نمیاد معمولا این کار رو انجام بده یک سال از به هم زدن ادموند و مریلین میگذره که مریلین یه روز بارو بندیلش رو جمع میکنه بره مامانش رو ببینه یه سفر کوتاه داشته باشه که یه جایی هم بوده سه چهار ساعت فاصله داشته با چارلستون یکی از روزایی که توی این سفر بوده و با مامانش رفته بوده بیرون خونه پیاده روی کنه وقتی برمیگردن داخل خونه متوجه میشن یه نفر توی خونه بوده به زور وارد خونه شده و یه سری چیزا جابجا جا شده هر چقدر چک میکنن میبینن که نه هیچ چیز با ارزشی از خونه کم نشده به نظر میاد یارو همونجوری اومده یه هوای خورده رفته جدی نمیگیرن داستان و میگذره مریلین برمیگرده خونه و داشته چمدونش رو باز میکرده که لباساش رو بچینه مرتب کنه که متوجه میشه لباس زیراش و یه سری از لوازم آرایشیاش نیستن دزدیده شدن و همونجا دوزاریش میفته که اون کسی که وارد خونه مامانش شده و به نظر میومده که چیزی رو بر نداشته بران بوده و اومده این لباسا رو برداشته زنگ میزنه به مامانش جریان رو میگه اونم بران رو کاملا میشناخته این عجیب غریب بازی های براون هم میدونسته این نکته بگم که چرا ذهنش در جا رفت سمت براون به خاطر اینکه از بچگی براون یه کوچولو با جنسیتش مشکل داشت با هویت خودش کنار نیامده بود و از بچگی میرفت لباس خانوما رو برمی داشت و خب سر همین سری یاد اون افتاد چون اولین کسی که میشناخت که یه همچین داستانی داشت اون بود مامان مریلین وقتی این داستانو میشنوه دیگه میگه اوه فاز چیه چرا هیچی نمیگی بهش تلفن رو ور میداره برانو پیدا میکنه یه جوری و قهوه ای میکنه این آقا رو میگه آقا شما الان هرچی برداشتی و ور میداری میبری میدی به مریلین دیگه هم پیدات نشه این ورا فاز چیه پا شدی اومدی خونه من اون ور خطم براند مثل همیشه گوش میده هیچ اسخایی چیزی نمیکنه بعدم تلفن رو قطع میکنه ولی این تماس انگار یه تاثیرای ریزی گذاشته بوده روی براون چون که میره همه لباسا و همه اون وسایل رو میندازه توی کیسه میبره میذاره جلوی در خونه مریلین اسخایی نمیکنه تاکید میکنم و بعد از اون روز دیگه یه کوچولو تعداد مزاحمتاش کمتر میشه کمتر میاد سر بزنه زل بزنه به توی خونه اوزا همینجوری میگذره تا سال 91 سال 1991 که میرسه بران کلن دیگه ناپدید میشه و اصلا دیگه مرلین متوجه میشه که یه مدت زیادیه که کسی نمیاد پشت پنجره خونه مزاحمت ایجاد کنه الان تازه مریلین داشت همه آزادی رو میچشید داشت از حریم شخصیش نهایت لذت رو میبرد بعد این همه مدت داشت از این آرامش نهایت لذت رو میبرد دیگه یه سفرم پاشد رفت فرانسه دیگه وقتی برمیگشت خونه لازم نبود بره کشوی لباس ها رو اول چک کنه ببینه کسی لباس کش رفته یا نه وقتی نبوده چه وضعی آق ساختی سال 2001 میرسه ده سال میگذره توی این ده سال هیچ خبری از بران و اون مزاحمت های همیشگیش نبوده تا اینکه دوباره سرکله کابوس مریلین جلوی خونه پیدا میشه یه روز وقتی توی خونه تنها نشسته بوده حس میکنه که یه چیزی توی حیات پشتی داره حرکت میکنه یه کسی اونجاست اصلا ذهنش نمیره سمت براون چون که کلی گذشته بوده اصلا یادش نبوده یه جورایی اون روزا ولی وقتی میره پشت پنجره میبینه که بله براونه و دیگه این یه بچه نوجوون نیست یه پسر 18 ساله ای نیست که کم هم گیج باشه هنوز با هویت خودش یه آدم سی ساله است که دیگه خدایی نباید این حرکت رو بزنه الان دیگه خیلی فوله مرلین میترسه و توی چند لحظه با خودش فکر میکنه به ترسش غلبه میکنه و تصمیم میگیره بره بیرون با این آدم روبرو رو بشه یه بار واسه همیشه دیگه شرش رو بکنه بگه آقا این ورا پیدات نشه به محض اینکه در وا میکنه مریلین بران پا میذاره به فرار و چارنل میدوه میره توی هفته های بعدی دوباره روتین مزاحمت های بران شروع شده بود با این تفاوت که این سری مریلین میرفت بیرون صحبت کنه بران فرار میکرد می دوید میرفت این اضافه شده بود یه آپشن جدیدی هم که پیدا کرده بود وقتایی که نمیتونست حضوری بیاد زنگ میزد و به صورت تلفنی مزاحمت ایجاد میکرد که یه لحظه مریلین حتی حس نکنه که اوضاع نرماله و یادش بره که یه مزاحم داره دوستای مریلین وقتی که متوجه قضیه میشن و میفهمن که دوباره براند برگشته و داره این کارا رو میکنه میگن بابا این اصلا نرمال نیست تو چرا انقدر ریلکسی ما نمیفهمیم مشکل چیه ولی هرچی که هست باید بترسی باید یه کاری کنی دوستای مریلین همه ردفلگ ها رو میدیدن و یکیشون خیلی پیگیر شد رفت شماره ادموند بابای بران رو پیدا کرد و میخواست از اون طریق یه جورایی راضی کنه که بران دیگه نیاد مزاحم بشه تو سن سی چیزی که حالا واسه خودم هم عجیب بود و سطح پرونده این بود که توی این مدت مریلین خودش یه هم نرفته بود این جریان رو به ادموند بگه که یکم عجیبه بالاخره مردی که این همه مدت باش رابطه داشتی و چند بار ازت یارو خواستگاری کرده میتونه زودتر از اینا کمکت کنه ولی خب هیچ وقت مرلین نمیره ازش این درخواستو کنه دوستای مرلین زنگ میزنن به ادموند اونور مشخص میشه که ادموند اصلا خیلی وقته که دیگه امیدی به براون نداره باش قطع ارتباطه و اصلا نمیدونه کجاست داره چیکار میکنه و هیچ کمکی از دستش بر نمیاد که توی این وضعیت مرلین بخواد بهش برسونه هیچ دوستای مریلین پا میشن میان دوباره پیش خود مریلین میگن که آقا اون که هیچی خوردیم تو دیوار ولی باید به پلیس الان زنگ بزنی اونو دیگه ما نمیتونیم زنگ بزنیم خودت شخصا باید زنگ بزنی شکایت کنی این رفتار خطرناکه در پاسخ باز دوباره مریلین میگه که با زنگ بزنم چی بگم بگم یکی میاد جلوی خونم وای میسته ده سالم از هیچ کاری نکرده هیچ آزاری نرسونده نمیخندم بهم که البته خب حالا دوزی هم میکرده دیگه خدایی نمیدونم چرا زنگ نمیزده دوباره روزهایی که یه نفر میومد داخل خونه ظلم میزد به مریلین شروع میشه روزها هفتهها ماهها و سالها میگذره این اتفاق تکرار میشه به صورت روتین تا اینکه سال 2003 میرسه و توی ماه اپریل وقتی که مرلین داشته لباس رو میشسته میخواسته ببره به اندازه توی ماشین لباسشویی متوجه میشه که همون همیشگی لباسایی زیرش نیستن خب دیگه این کار انصافا برای یه آدم سی ساله ترسناکه و مرلین بالاخره میترسه میره یه اسپری فلفل برای خودش میخره قفل مفلاره یکم سفت و سختتر میکنه از نظر امنیتی خونه رو یکم آپگرید میکنه به پلیس رسما نمیره گزارش بده ولی با یکی از دوستاش که پلیس بوده و عضو نیروهای محلی هم بوده مشورت میکنه اونم یه سری نکات بهش میگه یه سری شماره تلفن هم میده دستش میگه که تو هر وقت برات مشکلی پیش اومد زنگ بزنی به این شماره ها ما بدون پرسجو کردن میرسیم به اینا زنگ بزن ما درجا میدونیم داستان چیه میایم خونت زری. با اینکه ترسیده بود ولی هیچ وقت فکر نمیکرد که اون روزی برسه که به این شماره ها نیاز پیدا کنه ولی اون روز خیلی زودتر از چیزی که فکر کرد رسید توی ماه جولای دوباره بران رو توی حیات پشتی میبینه ولی این بار یه چیزی فرق میکرده بران یه سری از لباس زیرای مرلین رو گرفته بود توی دستش و این بار حین دزدی داشت بران رو میدید بران وقتی که متوجه شد که مریلین داره میبیندش که این وسایل توی دستشه فرار نکرد وایساد بهش زل زد و یه لبخند خیلی بد ترسناک زد که با توجه به اون وسایلی که توی دستش بود مریلین خوشگش زد دیگه وحشت زده شده بود احساس امنیت اصلا نمی کرد. در حدی ترسیده بود که نمیتونست بره تلفن کنه به اون شماره ها و خوشبختانه بران خودش بیخیال شد و رفت وگرنه معلوم نبود چی میشد. وقتی که بران میره مریلین همونو میفته روی مبل و زنگ میزنه به خواهرش و دوستاش که پاشم بیام پیشش گزارش محرمانه رو تماشا میکنین چنل پرونده جنایی خودتون اگه تا اینجا همراه ویدیو بودید لایک کنین حتما ویدیو رو ممنونتون میشم این بزرگترین حمایتی هستش که میتونین انجام بدید و کلا هم خیلی مشتاقم که توی کامنت ها با هم دیگه صحبت کنیم در ارتباط باشیم نظراتتون رو درباره ویدیو درباره پرونده بدونم و اینکه کلا نبودید نبودیم بریم ادامه پرونده دیگه الان بقیه دوستای مرلین کوتا نمی اومدن میگفتن آقا کمتر از اینش هم شکایت داره دیگه میخوای یارو چیکار کنه که بری شکایت کنی حتما اتفاق بدی باید برات بیفته که شی که این بار مریلین قبول داشت حرفشونو فقط مشکل این بود که میگو آقا این آدم این کسی که من تو چشاش زل زدم اگه متوجه بشه که من ازش شکایت کردم و عصبانی بشه از دستم اون موقع دیگه میخواد چیکار کنه الان دیگه میترسید ازش در نهایت بعد کلی جر و بحث تونستم مرلین رو راضی کنن که آقا زنگ بزن این داستان رو به پلیس بگو و مرلین هم همین کار کرد زنگ زد از همون اول داستان گزارش این مزاهمت چند ساله رو به پلیس داد پلیس گزارش رو گرفت و اتفاقا خیلی هم خوب عمل کرد منتظر موند تا دوباره بران سر کلش پیدا بشه میدونستن این اتفاق به صورت روتین قرار بیفته اون روز رسید بران اومد و بران رو بازداشت کردن وقتی شروع کردن راجه به این بابا تحقیق کردن فهمیدن که مرلین تنها قربانی این چندش بازیاش نبوده و چند تا خونه دیگه هم بوده که این آقا میرفته به سر میزده و مزاحمت ایجاد میکرده مزاحم سریالی بوده جدای از این موضوع چند تا ماشین قرازم دزدیده بود که توی اونا بعضی شبا میخوابید. کارنامه نسبتا درخشانی داشت باید توی بازداشتگاه میموند تا دادگاهی بشه و فعلا تا اون زمان مرلین میتونست دوباره نفس راحتی بکشه که ایشون بالاخره پشت میله هاست. فعلا قرار نیست بیاد دوباره تو حیات پشتی زول بزنه بهش. مرلین خیلی سری میره یه درخواست اعلانیه قربانی ثبت میکنه. ویکتم notification سیستم یا همین اعلانیه قربانی یه سیستمیه که توی اون شما وقتی یه نفر شکایت میکنین و قربانی حساب میشید میتونین این درخواست رو داشته باشید که این آقا یا خانم حالا هر کسی که اون مجرمه هست اگه آزاد شد یه جوری به شما اطلاع بدن که شما یکم حواست جمع کنی بدونی این یارو دوباره وسط خیابونه ممکنه یه بلایی سرت بیاره مریلین هم میدونست که بران حتی اگه دادگاهی بشه تا اگه محکوم بشه به خاطر این جرائم قرار نیست تا ابد پاشه بره زندان دوباره یه روزی قرار سرکلش پیدا بشه منتظر این تماس بود ولی تماس بعدی که ازش از از صحبت میکنم همون تماس اول داستانه همون 14 نوامبر سال 2003 که جین متوجه میشه مامانش خبری ازش نیست الان مریلین به قتل رسیده و همه دارن به این فکر میکنن که کار کی میتونه باشه این قتل اولش ناخداگاه ذهنشون رفته بود سمت بران ولی خب اون که اصلا تو زندان بود مریلین هیچ وقت توی تماسش با دوستاش با خواهرش با جین به این نکته اشاره نکرده بود که بران از زندان آزاد شده بعد بهش اطلاع میدادن و خب اگه بران هنوز توی زندان باشه پس قاتل نمیتونه باشه پولیس ها رفتن ببینن که این آقای ادموند بران چاروم الان کجاست و خب نمیدونستن الان کجاست هر جایی که بود داخل هیچ زندانی توی آمریکا نبود فقط اینو میتونستن بگن و وقتی که کاراگاه های پرونده عکس بران رو دیدن کرکوپرشون ریخت اون چهره اصلا یه چهره غریبه نبود و خیلی سریع تونستم بشناسنش مردی که توی عکسا دیدن همون آدمی بود که هر روز میومد سر صحنه جرم و از پشت نوارای زرد رنگ پلیس ظلم میزد به کاری که پلیسا داشتن انجام میدادن قدم میزد یکم میرفت بالا پایین و دوباره برمیگشت وای میستاد تماشا میکرد اینجای پرونده حالا که فرصتش رو داشتن و با توجه به اینکه مزنون اصلی پرونده رو هم گیر آورده بودن خیلی سریع یه تله برای بران گذاشتن پلیسا خونه رو ترک کردن نوارای زرد رنگ صحنه جرم رو برداشتن و اون نوارا جای خودشونو داد به پلمپ پلیس جنایی و این به این معنی بود که پلیس کارش با این صحنه جرم تموم شده دیگه میره که پرونده رو جای دیگه دنبال کنه و کاری با خونه نداره از اون طرف یه تیم توی خونه مخفی شده بود قایم شده بود منتظر بران بود چون فکر میکردن بران از اون دست قاتلاییه که میخواد برگرده ببینه قبلا چی کار کرده و لذت ببره حالا هیچ وقت نمیفهمم ولی آره میگفتن از اون دست قاتل است. اینجا رو اقراق نمیکنم. کنم دقیقا 20 دقیقه بعد از اینکه پلیسا ها مثلا خونه رو ترک کردن بران سرکلش پیدا میشه میره جلوی در خونه یه دست کلید از تو جیبش در میاره میندازه توی در و در رو باز میکنه وارد خونه که میشه شوکه میشه طبیعتا چون بر های اداره جنایی اونجا منتظرش بودن و در جام دستگیرش میکنن چون کلید مقتول و همینطور سویچ ماشین مقتول دست براند بوده و این کافی بود که بهش اتهام بزنن فعلا و دستگیرش کنن بران هم اینجا زبون باز میکنه میگه که من هیچی ندارم بگم منتظر وکیلم میشینم دیگه با وکیلم صحبت کنین اما یه نکته خیلی مهمی جا افتاد که میدونم شاید الان برای خیلیاتون سوال شده باشه که آقا اون اعلانیه قربانی چی شد مگه قرار نبود خبر بدم به مریلین بران وقتی سال 2003 میره بازداشتگاه و بعدش دادگاهی میشه اونجا تشخیص میدن که ایشون مشکل روانی داره روز ده نوامبر یعنی چهار روز فقط قبل از مرگ مریلین از زندان آزاد میشه حالا آزاد نمیشه اسمشو بذاریم میاد بیرون که بره مشاوره روانی و روش نظارت باشه و به این شکل حالا ادامه بدن محکومیتشو روز 11 هان بران میره این مشاورهه و به نظر می اومده که وضعیت اوکی داشته فقط اونجا بهش میگن که آقا تو دو روز دیگه هم باید بیای پیش ما و ما بررسی کنیم وضعیت اعصاب و روان تو و اینجا جاییه که باید اون اعلانیه به دست مریلین میرسیده که ایشون آزاد شده ولی هیچ وقت این اعلانیه نمیرسه بهش یا بهتر از نظر تکنیکی بگیم میرسه ولی خب کم دیر میرسه چون فردای قتل توی میل باکس میرلین میبینن که بله یه همچین ایمیلی اومده که داره میگه ایشون اومده بیرون از زندان تازه حتی توی ایمیلی هم که اومده بوده یه اشتباهی کرده بودن نوشته بودن که بران از این زندان منتقل شده یه جای دیگه در صورتی که آزاد شده بود و یه تهدید بود واسه مرلین حالا کاری نداریم خیلی این درست و غلطش دیگه واسه مریلین الان فرقی نمی کرد. وقتی که صندوق صوتی مریلین رو چک کردن دیدن که یه تماس اتوماتیک گرفته شده با مریلین که این موضوع رو بهش گزارش کردن و اون تماس به موقع گرفته شده ولی خب مریلین خونه نبوده و این تماس رفته روی پیغامگیر هیچ موقع هم نیمده. این پیغام ها رو گوش بده و متوجه بشه که یه تغییر وضعیتی توی داستان بران ایجاد شده پلیسا وقتی وسایل اقامتگاه براون رو داشتن چک میکردن رسیدن به چند تا دست نوشته که این دست نوشته ها نشون میداد که این یه عمل تکانشی و هیجانی نبوده و در واقع برای قتل مریلین برنامه ریزی داشته جدای از این کلی کاغذ پیدا کردن توی خونه که مشخص شد براون داشته امضای مریلین رو تمرین میکرده که بتونه جلش کنه اوزا داشت دارکتر میشد یعنی این یه قتل از سر اش قاشقی و یه وسواس عجیب غیرعادی نبود و بران واسه بعد از مرگ مریلین رو هم برنامه ریزی داشته مدرک بعدی که پلیس پیدا کرد دیگه این تئوری رو داشت تقویت میکرد اونم این بود که بران رفته بوده آدرسش رو توی گواهینامهش تغییر داده بوده حالا آدرس کجا رو داده بوده آدرس خونه مرلینینا رو یعنی گفته بوده من اونجا دارم زندگی میکنم الان روزی که بران دستگیر شد توی خونه با لباسهای مریلین اومده بود و آرایش کرده بود بعدا هم فهمیدن که چند تا سفارش کلاگیس داشته دقیقا همرنگ موهای مریلین زنجیره این سرنخا داشت اینو میرسوند به پلیس که بران یه نقشه احمقانه و ترسناک داشته و انگار میخواسته بعد از قتل مریلین بره توی اون خونه و به عنوان مریلین زندگیشو ادامه بده با همون لباسا همون شکل به جز این سرنخا دی این ای هم توی صحنه جرم بود و به نظر می رسید که این بار دیگه کار براون تموم باشه و دیگه نتونه از زندان بیاد بیرون هرچند که یکم دیر این اتفاق افتاد و بهاش زندگی مریلین بود پلیس هیچ وقت نفهمید که بران چطور وارد خونه شده چون گفتم هیچ شیشه شکسته نشده بود هیچ اثری از ورود با زور دیده نمیشد. خود بران هم هیچ وقت نیمد راست و حسینی همه چیز رو بگه ولی با توجه به اون جواهراتی که جلوی در خونه افتاده بود حدس می زدن که احتمالا قافلگیر کرده مریلین رو و حالا درک باز شده به یه نحوی درگیر شدن و خودشو به زور پرت کرده داخل خونه بعدش هم که میبردش طبقه دوم همونجا بهش تجاوز میکنه و به قتل میرسونه مریلین رو بعد از اینکه براون دستگیر شد، خوشبختانه خودش بالاخره اقرار به گناهکار بودن کرد و اصلا نیازی به اون همه سرنخ نشد. این یکی از معدود اتفاقات خوب این پرونده بود چون دیگه نیازی نبود که جین و جکی خواهر مریلین دوباره بیان دادگاه و داستان دردناک قتل خواهرشون رو بشنون و پیگیری کنن. در عوض تصمیم گرفتن که برن یه تغییراتی توی قانون ایجاد کنن که دیگه این بلایی که سر خواهرشون اومده سر یه آدم دیگه نیاد. اونا با پیگیریاشون موفق شدن که قانون رو به این شکل اصلاح کنن که اگه اون تماس اعلانیه قربانی سه بار پوی سر هم زنگ بزنه و کسی جواب نده، یه افسر پلیس باید بره شخصا اون قربانی رو پیدا کنه و این موضوع رو بهش گزارش بده. به جز این یه سری تغییراتی هم درباره مجرمایی که مشکلات روانی دارن و اختلالات روانی دارن ایجاد شد که انقدر راحت بر نگردن وقتی هنوز میتونن واسه یه نفر خطرناک باشن و خب دیدیم مریلین به قتل رسید با اتکاب همین قانون بران الان داخل زندان حبس ابد داره و آخرین چیزی که ازش میدونیم اینه که توی سن 44 سالگی توی سال 2016 به مسئولان زندان درخواست میده که یه عمل جرایی انجام بده تغییر جنسیت بده و انتقالش بدن به زندان زنان که خب مخالفت میشه با این درخواست الان هم اسم خودشو گذاشته کاترین براون و ادعا میکنه که اگه این عمل جرایی انجام بشه و بتونه هویت واقعی خودش رو بگیره دیگه آدم بهتری میشه واسه اجتماع و میتونه گذشته تلخشو پشت سر بذاره که داداش آبجی نمیدونم ولی اون حبس عبده هست تو ذهنت میتونی پشت سر بذاری گذشته تلخه تو ولی حبس عبده هست اون جای نمیره اون اعلانیه قربانی و اشتباهاتی که پیش اومده یه دقیقه بذاریم کنار آره اصلا اونا اشتباه کردن ولی اینو اصلا فراموش نکنین که مرلین 20 سال با این جریانات داشت زندگی میکرد و هیچ کار جدی انجام نداد جدی نگرفتن آزار و مزاحمت های تعقیب شاید از دور خیلی برجسته و تابلو باشه مثل چیزی که الان ما داریم درباره مریلین میبینیم و پروندهش رو بررسی میکنیم ولی وقتی توسط یه آدم آشنا توی زندگی مورد مزاحمت قرار بگیری میبینی که نه توی زندگی عادی اون قدام سخت نیست که همین اشتباهات رو تکرار کنی واسه همین آدم خیلی باید کنه. توی امریکا 7.5 میلیون نفر آدم در سال یه همچین شرایطی رو تجربه میکنن و از هر 6 تا زن یکیشون و از هر 17 تا مردم یکیشون توی عمرش این اتفاق رو تجربه میکنه. و خب این آمار رو ما داخل ایران نداریم که ببینیم توی ایران داستان از چه قراره تا جایی هم که من سرچ کردم قانون مرتبطی پیدا نکردم باز اگه کسی اطلاعاتی داره حتما توی کامنت ها بنویسه که بتونیم همه ازش استفاده کنیم دیگه در نهایت فقط باید بگم این موضوع ترسناک رو خیلی جدی بگیرید مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید ممنون میشم که برای حمایت از ما ویدیو رو حتما لایک کنید خواهش میکنم واقعا این کار انجام بدید خیلی مهمه برای ما نظراتتون رو برام بنویسین و اینکه پیج اینستاگرام گزارش محرمانه رو هم فالو داشته باشین اونجا یکم نزدیکتر با هم دیگه در ارتباط هستیم و تغییراتی اگه قرار باشه ایجاد باشه اول اونجا اعلام میشه به زودی با یه پرونده جنایی جدید دیگه برمیگردیم فعلا اون ور خط دوست صمیمی مامانش و یکی از همکارای مامانش بود که به زنگ زده بود اطلاع بده امروز هیچ خبری از مادر جین نبوده و سر کار حاضر نشد نه, نه شده این مورد آخر اینکه مرلین فراموش کرده باشه به کسی اطلاع بده رو جین اصلا جین بابا و همه لباسام هم اینور اونور پرت و پلا شده بودن پخش و پلا و پرت و پلا چه؟ بیان وارد رابطه بشن ول... ول؟ یه روز این زوج دست سه تا بچه‌اشون رو میگیرن پا میشن میرن یه استرخ که یه اصر خانوادگی پاتریون هم تموم شد. خود این اکت خود این کار ملیر... مل ملیرین بچه هم داشته باشی اخت گرفته باشی با اون بچه ها و کلا کار دردناک و سختیه دردناک درد نداره حالا میومد سر صحنه جرم و از پشت نوارد های ز...